Guten Tag, liebe Freunde, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Leute. دقت کنید. Ich bin wieder da. دوباره اینجا هم لکسیون 52 رو پیگیری میکنیم. لکسیون 52. من میگم liebe Freunde und liebe Leute. خب؟ ببین همینم اینم باز چیزی که من میگم هم حالت جمع داره. liebe Freunde. لیب یعنی چی؟ یعنی گرامی. لیب فقایند یعنی دوستان گرامی. چرا فقایند چیز هست؟ ای گرفته جمع شده. فقایند یعنی دوستان. فقایند یعنی دوستان. لیب فقایند یعنی دوستان گرامی. اونت یعنی و لیب لویته. لویته یعنی مردم. حالا اینجا یعنی بچه ها. لیب لویته یعنی چی؟ دوست بچه های گرامی. خب لیبه. چرا لویته جمع دیگه بچه ها همه تون. خب پس لیب شده هم اینجا ای گرفته. مثل حالت چی؟ مثل حالت مؤنث یا فمینین. خب من ادامه درس گذشته رو میدم. به اینجا رسیدیم که ماین فقایند زین گوت فقاینده، ماین کینده زین فلایسیگ کینده. دوستان من، دوستان من دوستان خوبی هستن. بچه های من بچه های کوشا و پرتلاشی هستن. خب الان میایم بگیم آقا والدین من، والدین من. خب والدین چیه؟ هم پدر و مادر، هر دو میگن والدین. والدین من نت هستن. یعنی چی؟ یعنی مهربون هستن. خب حالا ببینیم چی میشه. والدین من، چرا والدین؟ چون جمع هست. منش چی میگیره بچه ها؟ درست ای میگیره. ماینه. خب ماینه، ماینه. التن، التن یه کلمه جدید هست یعنی والدین. بچه ها چطوری اینو حفظ کنیم؟ ببینید بچه ها، علت، خب اینجا بنویسم، علت تربیت نادرست بچه ها کی هست؟ علتش، علتش والدین هستن. آخ بیچاره والدین، والدین هستن. خب حالا همیشه هم نه، ولی حالا ما میخوایم اینو حفظ کنیم دیگه. این کلمه رو میخوایم حفظ کنیم دیگه. من اینو میگم دیگه، حالا والدین بهشون بر نخوره، واقعا اینجوری نیست. بعضی مواقع خود بچه ها هستن. خب علت تربیت، علت، الت، الت، علت تربیت، تربیت ت، الترن، تربیت نادرست، علت تربیت نادرست، علت، الترن، 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 الترن. تکرار کنید بعد از من، الترن، دی الترن. تکرار کنید بعد از من، بیت ویدیو هولن زی ناخ میه، دی الترن، دی الترن، دی الترن یعنی والدین. علت تربیت تربیت نادرست، علت تربیت نادرست، والدین، والدین. خب دی الترن، چرا دی؟ چرا جمع دیگه والدین. خب پس میام چیکار میکنیم بچه ها؟ ماینه ای میگیره. خب ماینه الترن زیند هستن دیگه، یکی که نیست دیگه، دو تا، سه دو تا هستن. زیند نت یعنی چی؟ یعنی مهربون هستن. حالا ماینه الترن میخوایم بگیم پدرم والدین مهربونی هستن. ماینه الترن زیند نت الترن. خب عینه دیگه نداره، چرا؟ جمع دیگه، عینه نت الترن نمیگیم. خب مثل اونجایی که واسه مؤنث میگفتیم. خب نت، پس اینا چیه؟ ای میگیره باز دوباره، صفت ای میگیره، ضمیر ملکی هم چی میگیره بچه‌ها؟ ای میگیره، هر دو ای میگیرن. خب اینو من رنگیش کنم که ببینید شما، اینا همه ای میگیرن و فلای سیگه کینده یعنی دوش باهوش، مای نفرونده زین گوت فرونده. خب ماین التن زین نت التن. خب یا ماین التن زین نت، einfach ماین التن زین نت، راحت بگیم، راحت ماین التن زین نت. نت هستن. اگه بخوایم بعد از نت یه اسم بیاریم که توصیف کنه یه صفت، بعد از صفت یه اسم بیاریم، بعد ا میگیره. پس خب ماین التن زین نت التن. التن یعنی چی؟ پدر و مادر. حالا اگه بخوام بگم ماین به جای التن، بچه چی میتونیم بنویسیم به جای مثلا التن؟ مثلا میتونیم بگیم ماین ماما، ماما، مانا نه، ماما اون پاپا، پاپا، ماین ماما اون پاپا. یا میتونیم بگیم ماین موتا، ماین موتا اون فاتا، اون فاتا. خب ماین موتا اون فاتا. ولی خب این دیگه، چرا این کلمه به این بزرگی رو مادر و پدر رو تکرار کنیم دیگه؟ میگیم التن دیگه، راحت تره. خب بنابراین این هم میتونید بگید، نه که بگیم حالا اگه بگیم ماین موتا اون فاتا دیگه غلط شد. نه ببینید چرا این ا هست دیگه، چرا؟ چون ماین موتا اون فاتا دو نفرن دیگه، جمع هستن. خب
میتونیم اینجوری بگیم، هم یه راحت ماینه بذاریم یا میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم. میتونیم بگیم ماین موتا، چرا موتا یعنی جمع هست، اون ماین فاتا، اون ماین فاتا. خب چرا این ا دیگه نگرفت؟ چرا فاتا مذکر بود دیگه، هیچی نمیگیره، گفتیم ضمیر ملکی و عین هیچی نمیگیرن. خب اینجوری هم میتونیم بگیم ماین موتا اون ماین فاتا. خب ماین فاتا زین چی؟ زین نت التن. خب زین نت التن دیگه، التن اینجا جمع ا میگیره. خب ولی بهترینش حالتش اینه که هم اینو میتونیم بگیم، هم میتونیم این ا رو بذاریم و فرض رو بر این بذاریم که دو نفر هستن اینا، موتا و فاتا با هم هستن، پس این ا واسه هر دوشون به کار برده شده. خب یا میتونیم تکی بذاریم بگیم واسه موتا ماینه، اون واسه فاتا ماین، واسه فاتا ماین میذاریم اینجا بدون ا. خب میذاریم ماین همونجوری که گفتم بهتون، یا بهترین حالتش همون که دیگه گفتیم دیگه، به جاش می‌نویسین التن، ماین التن. پس موقع می‌خواستیم راجع به پدر و مادرتون هر دو صحبت کنیم بگید التن. خب ماین التن زین نت التن یعنی چی؟ یعنی والدین من والدین مهربونی هستن. خب ماین لکسیونن، ماین لکسیونن زین بلیپت هوفنتلیش، هوفنتلیش ماین لکسیونن یعنی درسای من. خب درسای من، لکسیون یعنی درس بچه ها، لکسیونن یعنی درسا. خب اونایی که به سیون ختم میشن همیشه ای ان میگیرن واسه جمع شدنشون. بچه ببینید، خب لکسیون شد لکسیونن. خب ماین لکسیونن زین بلیپت، بلیپت یعنی چی؟ یعنی پاپولر، یعنی بلیپت یعنی پاپولر. خب پاپولر هم میگن به آلمانی، اون از لاتین میاد پاپولر، ولی بلیپت کلمه آلمانی بیشتر به کار میره. خب بلیپت، بلیپت یعنی تصور کن این ویدیوهای من حتی به لیبی هم رسیدن، یعنی اینقدر طرفدار داره اونجا هم رفته. به لیبی، بلیپت، بلیپت، به لیبی هم حتی رسیده، طرفدار. بلیپت یعنی چی؟ خاطرخواه داره، طرفدار داره، یعنی مثلا میان نگاه میکنن اینا. مثلا یه چای ممکن، چای احمد مثلا ممکن تو ایران بلیپت باشه، مثلا تو آلمان بلیپت نباشه. خب تو آمریکا بلیپت باشه، اینجا نه، تو نیویورک باشه اون. این بلیپت یعنی یعنی دوستش دارن، یعنی خاطرخواه داره و پاپولر هست به حساب. خب ماین لکسیونن زین بلیپت، ماینه باز اینجا ماینه داشتیم، ماینه لکسیونن زین بلیپت. چرا؟ چون لکسیونن جمعه، منظورم از مثلا درس یک تا حالا 52 همه درس همه. خب میتونم حتی بگم ماینه ویدیوز به جای لکسیونن بگم ویدیو، ویدیو یعنی داست ویدیو، در درس قبل داشتیم داست ویدیو، و اینجا چون جمعش ویدیوز، ویدیوز ماینه ویدیوز، ویدیوز مثل انگلیسیه، چون کلمه هم مثل همون از انگلیسی میاد، اون اس اضافه میکنیم، او داره دیگه آخرش، اونایی که اغلب او دارن آخرشون بچه اس اضافه میکنیم. خب مثلا اونایی که اینجوری هستن و ریشه آلمانی هم نداشته باشن، حالا مهم نیست اینا، فقط اینو باید بدونید ویدیوز یعنی ویدیوها. خب این اینقدر میشنوید یواش یواش بچه اینا رو عادت میکنید بهشون، مثلا وای چیکار کنم، کیند یعنی بچه، کینده یعنی بچه ها، چطوری بفهمم کینده یعنی بچه ها؟ اینو اینقدر میشنوید توی اخبار اینور اونور و توی ویدیوهای من حالا بعدها که میفهمید دیگه آقا کینده یعنی بچه ها، ویدیوز یعنی ویدیوها. ماین ویدیوز زین بلیپ، ماین لکسیونن زین بلیپ. اوکی ایش هاب لایدا ونیگ سو ونیگ سایت، ایش هاب لایدا من دارم متاسفانه سو ونیگ سایت، وقت خیلی کمی، خیلی تو اوند ایش موس میش فرابشیدن اوند بیس دان. این دوتا رو میذارم واسه بعدن، بیس دان یعنی تا بعد، حالا یه روز دیگه، بیس مورگن تا فردا، چوش.